دست کم تا این دم خواسته های مهم حزب اسلامی در ارگ ریاست جمهوری در حالت ریزه نیست تا پای گلبدین حکمتیار برگ ریاست جمهوری برسد و رو در رو با سران حکومت دیدار گفتگو کند. اما آیا ممکن است که تمامی خواسته های مهم این حزب به ویژه حزب نام آقای حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل و جذب نیروهای نظامی این حزب به صفوف نیروهای دولتی؟ این تقاضاهایی که حضور در نیروهای مسلح افغانستان و همچون مسائلی که در خواستای دعیت محترم حزب اسلامی وجود داره، این خواستای اضافی است به خاطر از این که اینا باید با پروسه صلح میاین. وقتی با پروسه صلح میاین خواستا و نیازهای اینا من فکر میکنم جز پروسه صلح افغانستان نیست. اما حکومت باید در پذیرفتن خواسته های مهم حزب اسلامی از هوشیاری کامل کار گیرد، زیرا اگر تمامی خواسته های این حزب به مهر تایید گذاشته شود، شرایط پیشبرد و گفتگوها با طرف های درگیر جنگ با حکومت گران تمام خواهد شد. گفته میشه که مثلا گلبدین حکمتیار با یک تعداد خواسته های بسیار بلند آمده، میخواهد بیاید و یک تعداد خواسته هایش هم پذیرفته شده. فکر میکنم که این یک کاری غیر عادلانه است. بعد از اینکه اگر بنا شود که خواسته های بسیار بلند آقای حکمتیار قابل قبول باشه و حکومت قبول بکنه، و بعد فکر میکنم که طالبا هم باز با امی خواسته های بلند باز خواد به مذاکره باید بشینه. هیچ وقت نباید که ما قانون اساسی را زیر پا گذاشته معاملات یا امتصالی بارها بپذیریم. هر کسی که با دولت افغانستان با هر کسایی که میخواد صلح داشته باشد گفتگو داشته باشد مطابق قانون صحبت داشته باشد. نباید امتیاز‌طلبی‌ها و کدام موضوع دیگر اونا بپذیرن. فقط اونا میتونن که در افغانستان در قانون اساسی افغانستان بپذیرن. اونا میتونن که اعضا خود در وزارت عدلیه ثبت بکنن. برخی آگاهان به این باور هستند که مذاکره با حزب اسلامی تشویق است که برای طرفهای درگیر جنگ که از خشونت دست بردارن و به صلح بپیوندند، زیرا حکومت پس از این از فشار نظامی در برابر آنان کار میگیرد.